سرخط خبرها. Böyle olmasını arzu etmez, istemez. اظهار ناراحتی ترکیه از سرنگونی هواپیمای روسیه. اردوغان میگوید کاش این اتفاق نمی‌افتاد. تظاهرات ضد جنگ در لندن. معترضان میگویند سوریه را بمباران نکنید. انتشار دارایی مقام‌های ارشد افغانستان. دارایی عبدالله عبدالله 153,000 دلار اعلام شد. و زنان عربستان برای اولین بار در انتخابات شوراها شرکت می‌کنند. هم می‌توانند رأی بدهند، هم نامزد شوند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر. رئیس جمهوری ترکیه گفته از آنچه بین آنکارا و مسکو پیش آمده ناراحت است، امیدوار است دیگر چنین موضوعی تکرار نشود. جنجال در روابط آنکارا و مسکو بعد از آن بالا گرفت که دو جنگنده ارتش ترکیه یک بمب افکن سوخوی روسیه را در مرز سوریه منهدم کردند. پس از آنکه روسیه گفت تسهیلات ویزا برای اتباع ترکیه را معلق می‌کند، حالا وزیر خارجه ترکیه هم درباره سفرهای غیر ضروری به روسیه هشدار داده. جمال الدین موسوی گزارش می‌دهد. رئیس جمهوری ترکیه در دیداری از منطقه مرمره در غرب ترکیه در استان بالیکسیر گفت که کاش رابطه آنکارا و مسکو به اینجا نمی‌کشید. یک روز بعد از هشداری تند که گفته بود کرملین با آتش بازی نکند. من واقعا از موضوعی که پیش آمده ناراحت شدم. کاش چنین اتفاقی نمی افتاد، ولی خب کاری که شده، امیدوارم که دیگه پیش نیاد. البته ضمن این اظهار نظر ملایم، وزیر خارجه ترکیه از حرکت‌های سخن گفته که میتواند تنبیهی تلقی شود. او بعد از اینکه مقام‌های روسیه حرف از توقف سفر گردشگران روس به ترکیه زدند، به اتباع ترکیه توصیه کرده که سفرهای غیر ضروری به روسیه را لغو کنند. روسیه در روزهای اخیر محصولات ترکیه را با دقت بیشتری بررسی کرده و اعلام کرده که خیلی از کالاهای ترکیه به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم حق ورود به روسیه را ندارد. جرقه جنجال در روابط دو کشور با به آتش کشیده شدن یک بمب افکن سوخوی 24 روسیه زده شد. ارتش ترکیه میگوید که 17 ثانیه بعد از اینکه هواپیمای روس وارد حریم هوایی ترکیه شد، پاسخی قاطع به یک تجاوز داده بعد از چندین هشدار. ارتش روسیه اما میگوید که هواپیما در خاک سوریه و سرگرم بمباران گروهایی بود که از آنها تحت عنوان تروریست یاد کرده و اقدام ترکیه را نشانه آشکار از حمایت آنکارا از گروههای افراطگرای تندرو تلقی کرده. روسیه فعلا با انتقال یکی از پیشرفته ترین سیستم های دفاع هوایی، یعنی موشک های S-400 به پایگاهش در لازقیه در 50 کیلومتری مرز ترکیه، نشان داده که اهل کوتاه آمدن نیست. سوریه سال هاست که دیگر از یک جنگ داخلی فراتر رفته و تبدیل به عرصه رویاروی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای شده. فعلا در میان رقابت‌های متعدد آنچه بیشتر به چشم می‌آید قدرت نمایی روسیه و ترکیه است در برابر هم. جمال الدین موسوی، بی بی سی. عباس قراغاجی، استاد دانشگاه گیرستون ترکیه، از همین شهر همراه ماست. آقای قراغاجی، آیا صحبت‌های آقای اردوغان رو امروز میشه به نوعی عقب نشینی تلقی کرد؟ درسته، سخنان امروز آقای رئیس‌جمهور در شهر بالکسیر یک کم با تأنی بود، مخصوصا با سخنان دیروزش روسیه رو به آتش بازی نکردن دعوت کرده بود. امروز بیشتر با تأنی بود و شاید این هم ناشی از این باشه که آقای پوتین دعوت ایشونو برای ملاقات در پاریس طی چند روز آینده را قبول نکردند و معلوم میشه که روسیه زیاد هم از سر آشتی بر نخواهد آمد تا اون روزی که دولت ترکیه یا مقامات بالای ترکیه رسما از این مسئله عذرخواهی بکنند. به این خاطر نمیشه گفت که یک کم امروز آقای رئیس جمهور با تنی و یک کم با عقل سلیم سخنانی در رابطه با روسیه انجام داد. رسانه ها در ترکیه این تنش بین دو کشور رو چطور پوشش دادند؟ آیا همسو هستند با مواضع دولت ترکیه؟ البته اینو میشه گفت در تمام شونات اجتماعی و سیاسی ترکیه باز این میشه گفت چه
این یه اختلاف عمیقی هستش. تمام رسانه ها و شبکه های اجتماعی وابسته به دولت عمیقاً علیه ترکیه، علیه روسیه صف‌بندی کردند و حتی میشه گفت چه از حد اینکه از حقارت و تندروی هم بیشتر جلو میرن و بعضی از نویسندگان مقالات تا سرحد اینکه پوتین و روسیه رو در معرض اتهام قرار میدهند هستند. در مقابل گروه های مخالف اپوزیسیون یک با عقل سلیم میگن چه باید با روسیه رفتار کرد، چون ما مسئله هایی داریم مثل مسئله انرژی، مسئله توریسم، مسئله صادرات ترکیه به روسیه. به این خاطر میشه گفت در تمام مسائلی که در ترکیه انجام میگیره همون دو طرفه را میبینیم که یک طرف کاملا 100% از آقای رئیس جمهور و موازیشون دفاع میکنند و یک طرف 100% در مقابلشون هستن. البته اینجا یک استثناء است، حزب ناسیونالیست ملی مثل همیشه در تمام مسائلی که در رابطه با ترکیه هستش طرف آقای رئیس جمهور رو میگیره و دیروز آقای دبیر کل این حزب دفاع خودشون رو یعنی تماما از آقای رئیس جمهور انجام دادند، به دو حزب حرکت ملی، حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکراتیک خلق ها و دیگر نهادهای اجتماعی و گروه های سیاسی به عقل سلیم دعوت میکنند و از مذاکره. عباس قراغاجی، استاد دانشگاه گیرستون ترکیه، ممنون.